شامگاه 25 اسفند 1373، هنوز پزشکان لوله های اکسیژن را از بدن سید احمد خمینی جدا نکرده بودند که شایعات درباره مرگ مشکوک فرزند بنیانگذار جمهوری اسلامی دهان به دهان در حال جریان بود. مسئولین نظام شما احمد خمینی که بعد از درگذشت پدرش از سیاست کناره گرفته و به یکی از منتقدان حکومت تبدیل شده بود، در دو سال پایانی عمرش به حالت قهر از تهران خارج شده و اغلب اوقات در خانه روستایی در بیابانهای اطراف قم ساکن بود. خمینی 49 ساله وقتی در آخرین روزهای زمستان 73 درگذشت، بسیاری از ایرانیان طبیعی بودن مرگ او را باور نکردند. از نظر آنها مرگ پسر آیت الله مشکوک و رازآلود بود. 5 سال بعد که به نقل از رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران گفته شد سعید امامی، معاون سابق وزارت اطلاعات، به قتل احمد خمینی اعتراف کرده، ماجرا ابعاد تازه‌ای یافت. سلام و خوش آمدید به کانال پروفایل. ما در این ویدیو داستان زندگی احمد خمینی، رئیس دفتر بنیانگذار جمهوری اسلامی را برایتان روایت می‌کنیم. مردی که از او به عنوان مخزن اسرار انقلاب نام برده شده و با گذشت 3 دهه همچنان حرف و حدیث ها درباره مرگ ناگهانی او ادامه دارد. با ما تا انتهای این ویدیو همراه باشید و اگر تا حالا عضو کانال ما نشدید، لطفاً کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و با لایک کردن و اشتراک گذاری این ویدیو از ما حمایت کنید. سید احمد مصطفوی، مشهور به خمینی، در اسفند 1324 در شهر قم به دنیا آمد. پدرش سید روح الله خمینی از مجتهدین حوزه بود و 2 پسر داشت، مصطفی و احمد. احمد پس از دوره ابتدایی به دبیرستان حکیم نظامی قم رفت و پس از گرفتن دیپلم به تحصیل علوم دینی رو آورد. البته پیش از آن و توأم با تحصیل علوم جدید به فراگیری مقدمات علوم حوزوی نیز پرداخته بود. او در جوانی به ورزش فوتبال روی آورد و همزمان با تحصیل عضو تیم فوتبال قم شد و مدتی نیز کاپیتان این تیم بود. علی پروین، ستاره فوتبال ایران در دهه 40 و 50، تعریف کرده که احمد خمینی در سالهای 47 و 48 چند بار بر سر تمرین تیم پرسپولیس در تهران حاضر شده بود. با تبعید آیت الله خمینی به ترکیه و سپس نجف، او برای حضور در عراق و دیدار با پدرش مخفیانه به عراق رفت و در سال 1345 در نجف توسط پدرش معمم شد و لباس روحانیت پوشید. احمد خمینی در سال 1348 با فاطمه طباطبایی، خواهرزاده امام موسی صدر، ازدواج کرد. او دوران تبعید پدرش را بیشتر در قم و لبنان گذراند. سفرهای متعدد و گاه طولانی مدت او به لبنان با هدف دیدار با اعضای خاندان سعد که خانواده همسرش بودند انجام می شد. اما در اوج جنبش‌های چریکی اعراب علیه اسرائیل، آن سفرها فرصتی مناسب برای آموزش ابتدایی فعالیت مسلحانه و چگونگی کار با اسلحه نیز بود. آبان 1356 که سید مصطفی خمینی، پسر بزرگ آیت الله، در نجف فوت می کند، نقش و جایگاه احمد هم تغییر می کند. او به طور دائم در نجف مستقر و جانشین مصطفی در اداره دفتر و دستگاه پدرش می شود. مسئولیتی که تا آخر عمر آیت الله خمینی بر عهده‌اش باقی می ماند. به گفته محمد صدر، هرچقدر وجهه حوزوی و فقهی مصطفی خمینی بر وجهه سیاسی و عملیش میچربید، این نسبت در احمد خمینی برعکس بود. برادر کوچکتر برخلاف برادر بزرگتر عملگرا و سیاستمدار بود. در سال 1357 و با اخراج آیت الله خمینی از نجف، او به نوفل لو شاتو در فرانسه می رود، در چند کیلومتری پاریس، مرکز رسانه‌ای آن هنگام دنیا.
احمد نیز با او و همراه است. احمد خمینی در پاریس علاوه بر برنامه ریزی برای تنظیم امور بیت و دفتر آیت الله در نوفل و شاتو و برگزاری مصاحبه‌های مطبوعاتی به رابط اصلی پدرش و دیگر انقلابیون تبدیل می شود. اطرافیان تأثیرگذار آیت الله خمینی در نوفل و شاتو را بیشتر نیروهای موسوم به ملی مذهبی تشکیل می دادند. ابراهیم یزدی، ابوالحسن بنی صدر و صادق قطب‌زاده مشاورانی بودند که از طرف رهبر آینده ایران با رسانه‌ها و ماموران دولت‌های غربی ارتباط می‌گرفتند و مذاکره می‌کردند. با بازگشت آیت الله خمینی به ایران و استقرار نظام جدید، احمد خمینی رئیس دفتر رهبر انقلاب می‌شود و نقش مهمی در ارتباط میان مقامات جمهوری اسلامی پیدا می‌کند. او در یکی دو سال اول انقلاب ارتباطش را با نیروهای ملی مذهبی حفظ می کند. مجاهدین خلق نیز تلاش می کنند به او نزدیک شده و از نفوذ او در قدرت استفاده کنند. در مراسم 40th روز درگذشت آیت الله محمود طالقانی در دانشگاه تهران که مسعود رجوی و هم فکرانش نقش محوری داشتند، احمد خمینی سخنرانی می کند و به شدت می گرید. مسعود رجوی که کنارش ایستاده بود او را در آغوش می کشد. احمد در این مدت سعی می کند رابطه خوبی با مجاهدین خلق داشته باشد تا آنجا که برخی او را به عنوان سمپات مجاهدین در آن زمان معرفی کردند. عبدالمجید معادیخا عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی می گوید که احمد خمینی مدتی سمپات سازمان شده بود اما با تشر پدرش از آنها فاصله گرفت. چند هفته بعد احمد خمینی اگرچه خودش را از برنامه ریزی برای اشغال سفارت آمریکا بی اطلاع نشان می دهد اما با حضور در سفارت اشغال شده از کار دانشجویان مسلمان پیرو خط امام دفاع می کند. مدتی بعد هنگامی که اختلاف میان ابوالحسن بنی صدر که به عنوان نخستین رئیس جمهور ایران انتخاب شده با مجلسی که اکثریت آن در اختیار حزب جمهوری اسلامی است برای انتخاب نخست وزیر بالا میگیرد، بنی صدر در تلاش برای رو کردن برگی علیه مخالفان خود احمد خمینی را به عنوان نامزد خود برای نخست وزیری معرفی میکند تا مجلس را در برابر عمل انجام شده قرار دهد. بنی صدر از آیت الله خمینی می‌خواهد که با نخست وزیری احمد موافقت کند اما پاسخ رهبر جمهوری اسلامی به درخواست بنی صدر منفی است. احمد خمینی در همه سال‌های حیات پدرش نقش مؤثری در صحنه سیاسی کشور داشت و محرم اسرار پدر تلقی می‌شد. بسیاری نقش او را در برکناری آیت الله منتظری از قائم مقامی رهبری در سال 1368 پررنگ توصیف کردند. آیت الله منتظری خود گفته است که احمد در ترسیم چهره منفی از او نزد آیت الله خمینی نقش اصلی داشته. آقای منتظری معتقد است اگر نامه‌هایش به ویژه نامه‌های ماه‌های پایانیش به آیت الله خمینی می‌رسید، رابطه آن دو تا این حد منفی نمی‌شد. اما مجید انصاری عضو مجمع روحانیون مبارز میگوید که آیت الله خمینی در دو سال آخر حیات خود تصمیمات بزرگی گرفته که خارج از حیطه وظایف احمد بوده و او در این میان نقشی نداشته. انصاری در پاسخ به برخی ابهامات درباره تأثیرگذاری احمد خمینی بر پدرش میگوید کانالیزه کردن امام امکان پذیر نبود. این اتهام توسط کسانی مطرح می شود که نظرات امام بر خلاف خواسته های آنها بوده و مانند قبل انگشت اشاره را به سمت حاج احمد آقا می گرفتند. با درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی در سال 1368 احمد خمینی در انتخاب رهبری بعدی ایران نیز نقش قابل توجهی دارد. او خاطره ای از پدرش نقل می کند که از نظر مثبت آیت الله خمینی به جانشینی آیت الله علی خامنه ای حکایت دارد. وقتی که آقای خامنه ای کره بودند و فیلمشون با آقای کیم ایل سونگ داشت نمایش داده می شد، منظره خوبی بود اونجا. خاطره مشابه دیگری نیز توسط اکبر هاشمی رفسنجانی بیان می شود و در نهایت آیت الله خامنه ای به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی انتخاب می شود. احمد خمینی قاطعانه از این انتخاب حمایت و پشتیبانی خود و خانواده خمینی از رهبر جدید را اعلام می کند.
آیت الله خامنه ای نیز با نام بردن از او به عنوان یادگار امام حفظ احترام احمد خمینی را واجب می داند و در ماه‌های بعد او را به عنوان عضو شورای عالی امنیت ملی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب می کند. اما جایگاه احمد خمینی در جمهوری اسلامی پس از درگذشت پدرش هرگز مانند قبل نشد. او به تدریج از جریان امور کنار گذاشته شده و روز به روز منزوی تر می شود. آنچنان که در خاطرات هاشمی رفسنجانی آمده، تنها یک سال بعد از شروع رهبری آیت الله خامنه‌ای که هنوز جلسات سه نفره احمد خمینی، خامنه‌ای و رفسنجانی برقرار بود، در پایان یکی از این جلسات و در راه بازگشت به خانه، احمد خمینی از رفسنجانی می‌خواهد تا اطلاع بیشتری از امور جاری کشور داشته باشد و خواهان آن است که در جلسه دیگر هاشمی و رهبری هم حضور داشته باشد. درخواست‌هایی که به نظر می‌رسد مورد توجه قرار نمی‌گیرد. پس از مدتی انتقادات علنی احمد خمینی از شرایط کشور آغاز می‌شود. او در اردیبهشت 70 در گفتگوی با روزنامه کیهان در خصوص افزایش تجمل‌گرایی و رفاه زدگی می‌گوید: بله، متاسفانه تجمل، رفاه زدگی، افراد در میهمانی های آنچنانی به حدی است که اگر بخواهیم به سالهای قبل از فوت امام برسیم، کار بس مشکلی در پیش داریم. شما سری به وزارتخانه ها بزنید، گلدان های گل های زینتی که از مال مردم فقیر تهیه می شود را ببینید. میز و صندلی ها دیگر میز و صندلی های اول انقلاب نیست. سفره ها دیگر آن سفره ها نیست. ریخت و پاش ها به قدری است که دل هر کسی را به درد می آورد. اینها همه برای این است که شعارهای انقلاب را جدی نگرفته ایم. 5 ماه بعد او در یک سخنرانی دیگر با انتقاد از فاصله گرفتن مسئولان از مردم میگوید: دیگر روحانیون مسئول مانند مردم جنوب شهر در صف اتوبوس نمی ایستند. منازلشان با منازل پابرهنه ها همخوانی ندارد. خورد و خوراک آنها مانند مردم نیست. مسافرت ها وضع زن و بچه به کلی تغییر کرده و تجمل جای درویشی را گرفته. احمد خمینی اما خودش زندگی ساده و درویشی داشت. به نظر می رسد حالا فاصله پسر بنیانگذار با رهبر جدید و رئیس جمهور تازه در حال افزایش است. او بعد از مدتی ناامید از اوضاع ترجیح می دهد به حالت قهر از تهران خارج شده و در منطقه پرت و دور افتاده در بیابانهای مابین تهران و قم برود. گفتند که او 2 سال آخر عمر خود را بیشتر در آنجا که نامش را بعدها دشت احمد گذاشتند سپری می کرده و به کشاورزی و باغداری مشغول بوده. مجید انصاری از افراد نزدیک به احمد خمینی در این باره می گوید: در مقطعی ایشان تصمیم گرفتند چند ماهی با خدای خودشان خلوت کنند و در یک خانه روستایی با یک چای آب در منطقه بین قم و تهران در عمق بیابان رفته و به انجام فعالیت‌های مذهبی بپردازند. یک مدت شایع شد حاج احمد آقا قهر کردند که در انظار دیده نشدند و در جلسات شورای عالی امنیت ملی شرکت نمی کردند. در حالی که در حقیقت قهری در میان نبود. ایشان آنجا بودند و بسیار کم و در حد ضرورت به تهران می آمدند و حالت روحانی در ایشان ایجاد شده بود. در همان حال احمد خمینی باز هم در برخی برنامه‌ها شرکت کرده و سخنانی متفاوت از دیگر مسئولان مطرح می‌کرد. در سال 73 و چند ماه قبل از فوت او با مسئولان وزارت اطلاعات دیدار و از این که امروز هم خون مستضعفین را سرمایه‌داران بزرگ و کوچک می‌مکند ابراز تأسف می‌کند. از اینکه یک عده سرمایه‌دار زالو صفت به این بهانه که اقتصاد دولتی مضر است به حال خود رها شده و به جان این ملت افتادند. او میگوید این جوی که الان درست کرده اند و مردم را از دستگاه اطلاعات میترسانند به مصلحت انقلاب و نظام نیست. احمد خمینی حالا از یک طرف گوشه نشینی اختیار کرده و کمتر در تهران است و از طرف دیگر لحن سخنانش انتقادی تر و گزنده تر شده. علی لاریجانی در خاطرات 5 مهر ماه 1373 می نویسد
در اخبار داخلی موضع گیری و انتقاد شدید و لحن حجت الاسلام آقای سید احمد خمینی خبر مهمی بود. سخنان ایشان در رسانه‌های داخلی و خارجی انعکاس گسترده‌ای داشت. رسانه‌های خارجی این سخنان را مخالفت با سیاست‌های دولت آقای هاشمی تلقی کرده و روی آن داستان سرایی کرده‌اند. احمد خمینی حالا با شرایط سختی مواجه شده و هم از شرایط کشور و هم احتمالاً از شرایط خودش ناراضی است. او از یک طرف آن نفوذ و قدرت سابق را ندارد و از طرف دیگر با سیاست‌های جدیدی که جمهوری اسلامی در حال حرکت به سمت آن است موافق نیست. در حالی که تا همین چند سال قبل او در مرکز ثقل سیاست و قدرت در ایران ایستاده بود، حالا از بسیاری از اخبار و اطلاعات کشور هم بیخبر است. او علاوه بر این به بیماری‌های مختلفی هم دچار شده و نه فقط از نظر روحی که از نظر جسمی نیز شرایط نامساعدی دارد. خمینی 49 ساله حالا ترجیح می دهد گوشه نشین تر شده و روزهای بیشتری را در دشت احمد قم سپری کند. او با آنکه عضو مجمع تشخیص و همچنین شورای عالی امنیت ملی است، اما مدت هاست که دیگر در این جلسات هم شرکت نمی کند. هاشمی رفسنجانی در خاطرات 14 مرداد 1373 خود این انزوا را چنین توصیف می کند. عصر به احمد آقا تلفن کردم و احوال پرسی نمودم. سپس به منزل من آمد. از علت انزوا و خانه نشینیش پرسیدم. اظهار خستگی و افسردگی و کسالت جسمی نمود. قرار شد به تدریج در جلسات و شوراهایی که عضویت دارد شرکت کند. در یادداشت‌های 28 بهمن هاشمی، یعنی سه هفته قبل از فوت احمد خمینی هم آمده، با حاج احمد آقا تلفنی احوال پرسی کردم. خبر رسیده بود که مریض است و در بیمارستان. گفت دلدرد شدیدی گهگاه عارض می شود و برای معاینه به بیمارستان رفته است. سه هفته بعد در صبح 21 اسفند 1373 احمد خمینی را که کنار تخت به پشت افتاده و بیهوش شده بود به بیمارستان می برند. همسرش می گوید که شب گذشته تا ساعت 2:30 بامداد بیدار بوده. گزارش های بعدی حاکی از آن بود که عارضه قلبی و تنفسی ناگهانی در حالت خواب سبب ایست کامل قلب و تنفس او برای لحظاتی شده و همین امر موجب بروز سکته مغزی شده. پس از 5 روز تلاش تیم پزشکی نتیجه نداشت و احمد خمینی در شامگاه 25 اسفند 1373 درگذشت. هنوز پزشکان لوله‌های اکسیژن را از بدن او جدا نکرده بودند که شایعات در مورد دلایل مرگ ناگهانی پسر بنیانگذار جمهوری اسلامی به سرعت در کشور پخش شد. هاشمی در خاطراتش نوشته: به خانه آمدم. محسن و حمید داماده‌هایم اینجا بودند. درباره شایعات مربوط به مرگ احمد آقا صحبت بود. خیلی شایعات نادرستی به دلیل مرگ نابهنگام او وجود دارد. رادیو اسرائیل هم شیطنت می نماید. با آنکه مرگ سید احمد خمینی مبهم و سوال برانگیز می نمود، اما هیچ فکت و سندی درباره غیر طبیعی بودن آن وجود نداشت. با پیروزی محمد خاتمی در انتخابات 2 خرداد و گشایش صحنه سیاسی در ایران و به دنبال آن وقوع قتل‌های زنجیره‌ای، در سال 1388 بار دیگر موضوع مرگ سید احمد خمینی خبرساز شد. در آن زمان معلوم شد که محمد نیازی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح که مسئولیت رسیدگی به پرونده قتل‌های زنجیره‌ای را به عهده داشت، به دیدن حسن خمینی، نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی رفته و به او گفته که سعید امامی، معاون اسبق وزارت اطلاعات، در اعترافات خود مسئولیت قتل احمد خمینی را بر عهده گرفته. عمادالدین باقری، نویسنده‌ای که در حوزه قتل‌های زنجیره‌ای در ایران تحقیق می‌کرد، این خبر را که از حسن خمینی شنید، در یک نشست دانشجویی اعلام کرد. نیازی این سخنان عمادالدین باقری را تکذیب کرد، اما باقری با ارسال نامه‌ای علنی به حسن خمینی از او خواست تا اصالت سخنانش را تایید کند و فرزند احمد خمینی نیز به طور مکتوب شهادت داد که خبر نقل شده از سوی باقری در مورد اظهارات محمد نیازی صحت دارد.
هرچند در ادامه تأکید داشت که این شهادت به معنی اظهار نظر راجع به محتوای اعترافات منسوب به سعید امامی نیست. 13 سال بعد متنی بر روی اینترنت منتشر شد که ادعا می شد برگی از اوراق بازجویی سعید امامی است و حکایت داشت که او دستور قتل احمد خمینی را از علی فلاحیان وزیر سابق اطلاعات دریافت و اجرا کرده است. با وجود این بسیاری از ناظران معتقدند که چون اعترافات سعید امامی زیر شکنجه اخذ شده نمی توان به آنها اتکا کرد. به گفته سازمان قضایی نیروهای مسلح دستگیر شدگان پرونده قتل‌ها اعتراف کرده بودند که عامل سیا و موساد بودند، به حکومت ایران و هیچ یک از جناح‌های آن منسوب نبودند و طبق یکی از اطلاعیه‌های رسمی این سازمان قصد انجام عملیاتی ضد حکومتی در حد ترور محمد یزدی رئیس سابق قوه قضاییه را داشتند. آنطور که بعدها مشخص شد پرونده بازجویی از سعید امامی و همسرش نیز به انحراف کشیده شده و بازجویان تلاش داشتند آنها را وادار به اعترافات متنوع و عجیبی از جمله انحرافات جنسی نمایند. از این رو بسیاری از کارشناسان اعترافات متهمان قتل‌های زنجیری از جمله اعتراف سعید امامی را معتبر ندانسته و آن را قابل اتکا نمی‌دانند. علاوه بر این مصطفی خمینی برادر بزرگتر احمد خمینی نیز در سنی تقریبا مشابه او درگذشت، در 46 سالگی، ضمن آنکه احمد نیز با چاقی مفرد و بیماری‌های مرتبط درگیر بود. او به علت بیماری‌های مختلفی که داشت داروهای زیادی مصرف می‌کرد. در همین حال برخی به نقل از هاشمی رفسنجانی گفتند که او به سبب مصرف بیش از اندازه دارو دچار حمله قلبی شده. با این حال با گذشت نزدیک به 3 دهه مرگ احمد خمینی از نظر بسیاری از ایرانیان همچنان رازآلود و مشکوک به نظر می رسد. این هم داستان زندگی احمد خمینی. نظر شما در این باره چیست؟ لطفا نظرات خود را در کامنت ها برای من بنویسید. اگر هم تا حالا عضو کانال ما نشدید لطفا کانال پروفایل رو سابسکرایب کنید و اون علامت زنگوله را هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما هم با خبر شوید.